خبر فوری: امریکا از حکومتی که عبدالله و تیمش شامل آن باشد طرفداری می کند. دوستان عزیز سلام، باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. لطفاً تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید و برای حمایت ما چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان، گفته است که امریکا از حکومتی که عبدالله و تیمش شامل آن باشد طرفداری میکند. افغانستان کشوری که در آن دو تن به عنوان رئیس جمهوری سوگند وفاداری یاد کردند، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید امریکا میکوشد تا رای حل سیاسی برای این معضل پیدا شود. زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، که چند روز پیش از مراسم تالیف گفتگوهای 18 ماهه با طالبان به نتیجه رسید، میگوید که حالا برای پیدا کردن رای حل سیاسی میان دو رقیب سیاسی در افغانستان تلاش ها را آغاز کرده است. او در مصاحبه با رادیو آزادی گفت تلاش ها بر این است که تا کابینه آینده افغانستان حمایت وسیع در این کشور را داشته باشد. او گفت امریکا از حکومتی که عبدالله و تیمش شامل آن باشد طرفداری میکند. آقای خلیلزاد افزود ما بسیار فعال بودیم و هستیم تا رای حل برای یک تفاهم و تشکیل یک کابینه ای که طرفداری وسیع در افغانستان داشته باشد و دکتر عبدالله و تیمش در حکومت شامل باشد ما طرفداری میکنیم از آن، اما گذاشتیم که برای این موافقتنامه میان این دو تیم با کمک افغانها و جامعه بین المللی با شمول امریکا یک رای حل پیدا شود. این در حالی است که روز دوشنبه هفته جاری محمد اشرف غنی در ارگ و عبدالله در قصر سپیدار هر کدام به عنوان رئیس جمهوری افغانستان سوگند وفاداری یاد کردند. محمد اشرف غنی به دنبال اعلام پیروزیش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مراسم تالیف برگزار کرد، و اما عبدالله که نتایج انتخابات را نپذیرفته پس از مراسم تالیفش گفت که او رئیس جمهور دولت همه شمول است. آقای خلیلزاد هرچند میگوید که محمد اشرف غنی از سوی کمیسیون انتخابات برنده اعلام شده، اما تاکید میکند که امریکا نگرانی های عبدالله را نیز درک میکند. او افزود در عین زمان ما نگرانی های دکتر عبدالله را نیز درک میکنیم، از همین خاطر در کنار اینکه کمیسیون انتخابات اشرف غنی را به عنوان برنده اعلام کرده، طرفدار یک تفاهم که نتیجه آن مورد قبول هر دو طرف باشد برای آن کوشش میکنیم. نزدیکان عبدالله در روزهای اخیر در برخی محافل رسانه‌ای گفتند که برای حل ماجرای بامیان آمده دروازه گفتگوها با ارگ باز است، اما سخنگویان ارگ و سپیدار در پیوند به اینکه آیا درباره حل ماجرای بامیان آمده گفتگوی آغاز شده یا نه چیزی نگفتند. در همین حال یونما بر ایجاد یک حکومت همشمول در کشور تاکید کرد. با گزارش روزنامه 8 صبح، تادامیچی یا ماماتو، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، در دیدار با دکتر عبدالله بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده است. یونما با نشر خبرنامه گفته است که آقای یاماماتو به روز پنجشنبه با عبدالله در کابل دیدار کرده است. مطابق به این خبرنامه، نماینده سازمان ملل در کابل بر اهمیت اتحاد رهبران افغان برای ایجاد یک حکومت همشمول قابل قبول برای همه و در مطابقت با قانون اساسی تاکید کرده است. یوماماتو در عین حال گفته که این موضوع برای ایجاد یک حیات برای مذاکره صلح نیز ضروری می باشد.
دفتر مطبوعاتی عبدالله اما تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز به تازگی گفته است که آمریکا تلاش دارد تا یک راه حل سیاسی برای حل اختلافات میان ارگ و سپیدار دریابد. او گفته که نباید اختلافات کنونی میان آقایان غنی و عبدالله روند صلح را تأثیر منفی بگذارد و این فرصت تاریخی از دست برود. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان تنش‌های اخیر میان اشرف غنی و عبدالله را برای کشور زیانبار می‌داند و می‌گوید آمریکا این را نمی‌پذیرد که بخشی از خاک کشور توسط طالبان و بخش دیگر توسط دولت تحت رهبری غنی و عبدالله مدیریت شود. این کار به گفته وی یک خطر بزرگ و اشتباه تاریخی است. این در حالی است که پس از برگزاری مراسم سوگند ریاست جمهوری، قصر سپیدار میگوید که کارها روی تعینات در اداره های محلی جریان دارد. مسئولان در قصر سپیدار میگویند که مقام های دولت همشمول در نظر دارند تا تعینات در ادارات محلی را امروز یا فردا آغاز کنند. بر اساس این گفته ها دولت همشمول در نظر دارد تا در شماری از ولایت ها مسئولان حکومت های محلی را تعیین کنند. امید میثم سخنگوی دولت همشمول روز چهارشنبه 21 حدود در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که در حال حاضر اولویت دولت همشمول تشکیل کابینه است. او گفت که پس از مراسم تلیف رئیس دولت همشمول دست به بعض اقدامات از جمله معرفی معاونان رئیس جمهور به دفاتر کاریشان زده و قرار است فردا و یا پس فردا تعینات در سطح ولایات آغاز شود. آقای میثم بیان داشت که اعضای دولت همشمول در جریان این دو روز جلسات پیهم داشتند تا در قسمت تشکیل دولت همشمول گام‌هایی بردارند. بر اساس گفته‌های سخنگوی دولت همشمول در گام نخست قرار است تعینات در سطح حکومت محلی آغاز شود. او گفت تا اکنون مشخص نشده ولی اقدامات ما حتمی است که فردا و یا پس فردا شاهد معرفی تعداد از مسئولان حکومت‌های محلی باشیم. این اقدامات در حال صورت می‌گیرد که محمد اشرف غنی تا اکنون 3 فرمان صادر کرده است. وی پس از ادای سوگند ریاست جمهوری با صدور فرمان یوسف غزنفر را نماینده فوق‌العاده‌اش در امور توسعه اقتصادی تجارتی و کاهش فقر تعیین کرد. او یک روز پس از ادای سوگند فرمانی را مبنی بر آزادسازی زندانیان گروه طالبان صادر کرد. قرار است بر اساس این فرمان 5000 زندانی طالب از زندان‌های کشور آزاد شوند. همچنان وی در آخرین فرمان ریاست اجرائیه را لغو کرد. بر اساس این فرمان ریاست اجرائیه که در زمان حکومت وحدت ملی ایجاد شده بود از تشکیلات دولت حذف می شود. ارگ و سپیدار در حال دست به این اقدامات می زنند که جامعه جهانی شدیداً با آن مخالفت کرده است. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که آنان با هر گونه اقدام برای ایجاد حکومت موازی و هر گونه استفاده از زور برای حل اختلافات سیاسی شدیداً مخالف است. در این اعلامیه تاکید شده که آمریکا از افغانستان یک پارچه و مستقل به شدت حمایت میکند و مشغول تلاش‌های جدی برای آوردن صلح در کشور است. در عین حال سخنگوی دولت همشمول تاکید میکند که شماره از مقام‌های بین المللی چندین بار برای گفتگو با دکتر عبدالله رئیس دولت همشمول تلاش کردند، اما آقای عبدالله تا اکنون آمادگی نشان نداده و نشستی صورت نگرفته است. با این حال او تاکید کرد که دولت همشمول در مذاکره را هیچگاهی بسته نگذاشته است. آقای معصم اما بیان داشت که موقف دولت همشمول پیش از مراسم تالیف و بعد از آن متفاوت است. او گفته است که از این مراسم بارها اعلام کرده است که نتایج تقلب انتخابات باید باطل اعلام شود و برای حل بحران انتخاباتی روی یک میکانیزم صحبت شود. وی افزود اکنون که دولت تشکیل دادیم امیدواریم که تمام طرف ها بیایند، از جمله برای آقای غنی جایی وجود دارد و یک اجماع شکل گیرد و با هم کار کنیم. ما به هیچ کس به عنوان یک رقیب نگاه نمی کنیم.
دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. اگر می خواهید از تازه ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان آگاهی حاصل نمایید، پس چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگاهی را فشار دهید. همچنان برای بهبود برنامه های بعدی ما، نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک سازید. تا ویدیو و مطالب بعدی، خدا نگهدار.